بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان. بینندگان گرامی، درود فراوان به شما و سپاس از محبت و توجه شما به برنامه کوچه ایرانیان. همانطوری که شاهد هستید، ما فقط سعی میکنیم تا به اندازه توان خودمان شما را در مسیر عواملی که باعث و تداوم این کوچه اجباری شده قرار دهیم. با انتخابات اخیر آمریکا و روی کار آمدن آقای ترامپ، فاز تازه‌ای در جو سیاسی حاکم بر جامعه ما ایرانیان غربت گزیده حاکم شده است. طی چند هفته گذشته شما با ماهیت قوه قضایی جمهوری اسلامی که همچون چماق سرکوب بر بالای سر هموطنان ماست قدری آشنا شدید. هموطنان علاقمند هنوز میتوانند در آرشیو تلویزیون ایران فردا به دو برنامه کوچ که در آن دو دانشمند حقوقدان ایرانی آقایان دکتر علی اصغر حاجت جوادی و هدایت متین دفتری ابراز عقیده کردن رجوع کنند. کوچ ایرانیان 102 تا 104. و اما یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با جمهوری اسلامی با کشورهای غربی نقش مهمی بازی می کند، توافق هسته‌ای یا قرارداد شهر وین است که یک سال قبل در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما به نتیجه رسید. قبول کنید که تداوم این قرارداد در سرنوشت ما ایرانیان خارج از کشور بسیار نقش ساز است. به همین دلیل طی چند هفته آینده ما از زوایای مختلف به این مهم خواهیم پرداخت. قرارداد هسته‌ای وین یا برجام موضوع روز دولت جدید آمریکا نیز شده است. آقای ترامپ از روز اول مخالفت خودش را با این قرارداد اعلام کرد و در این روزها تاکید بر بازنگری این قرارداد دارد. در این رابطه هم به حکمرانان امروز کشورمان هشدار داده است و جالب این که علاوه بر هشدار میگوید دوران خوش شما که با اوباما آغاز شده بود به پایان رسیده است و این وضع را با من نخواهید داشت. آقای خامنه‌ای هم چند روز پیش به این گفته های آقای ترامپ پاسخ داد. پس برداد روز 22 بهمن مردم جواب این تهدیدها و این حرفها رو در خیابان خواهند داد. روز 22 بهمن نشان میدن که ملت ایران در مقابل تهدید چه موضعی میگیره. نه خیر، از تهدید کسی هم ما نمیترسیم. ما بله از این آقایی که تازه آمده از این چرا متشکریم. تشکر ما به خاطر این است که زحمت ما رو کم کرد، چهره واقعی آمریکا رو نشوند. کاری که ما در طول 30 چند سال هی میگفتیم فساد سیاسی، فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی در دستگاه حاکمه آمریکا رو ما میگفتیم، این آقا آمد در دوره انتخابات و بعد از انتخابات اینو علنی کرد، عریان کرد. الان هم با این کاری که داره میکنه نشون میده که آمریکا حقیقتش چیست. حقوق بشر آمریکایی یعنی حالا این آقا که تازه آمده در ایالات متحده میگه شما باید از آمریکا متشکر باشید، از دولت اوباما متشکر باشید. چرا متشکر باشید؟ هیچ متشکرم نیست. همان تشکیلاتی بود که این تحریم‌های سنگین را به نیت فلج کردن جمهوری اسلامی و ملت ایران بر ملت ایران تحمیل کردن. امیدشون این بود که فلج بکنن. البته به این امید نرسیدن و هرگز نخواهند رسید و هرگز هیچ دشمنی نمیتوانه ایران رو فلج کنه. میگه متشکر باش. نه خیر، اصلا متشکر نیست. چرا متشکر باش؟ به خاطر تحریم ها، به خاطر ایجاد داعش، به خاطر به آتش کشیدن منطقه. سوریه رو به آتش کشیدن، عراق رو به آتش کشیدن. چرا باید متشکر باش؟ بگذاریم که در بعضی موارد آقای خامنه‌ای حق دارن. حالا از دید آقای ترامپ
و خامنه‌ای که بگذاریم، خود این قرارداد از جوانب مختلف مسائل خودش را دارد. به همین دلیل ما طی چند برنامه با ارائه دیدگاه دو اقتصاددان به آن خواهیم پرداخت. دیدگاه دکتر جمشید اسدی، استاد اقتصاد دانشگاه فرانسه، و دیدگاه دکتر ابوالحسن بنی‌سعد، اقتصاددان و اولین رئیس جمهور اسلامی ایران. دکتر اسدی، شما سال گذشته، یعنی درست موقعی که قرارداد یا توافق بین ایران و پنج کشور پیاده شد، در ارتباط با برجام و آیندهش پیش بینی کردید. پس از یک سال چه برداشت دارید شما از نتیجه این برجام؟ خب بسیار خوشحالم که به برنامه یک سال پیش ما اشاره میکنید، چون تا جایی که به خاطرم هست دو نکته من در اون گفتگویی که با شما داشتم ذکر کردم، اشاره کردم. نخست این که خب برجام خوشحال کننده است برای هر ایرانی، چون کشور رو از زیر این مجازات ها و تحریم های اقتصادی بیرون می آورد، اما ساده لوحانه خواهد بود اگر فکر کنیم مشکلات اقتصادی ایران بدین ترتیب برچیده می شود و برطرف می شود. چندی پیش یک گزارشی از مجله اقتصادی بسیار وزین تجارت فردا در ایران منتشر شد، به این اشاره میکنم، اما این تنها شماره ویژه نامه نبود، که چرا نتایج برجام محقق نشده است. خب این همون پیشبینی بود که یک سال پیش خدمتتون گفته بودم، چون مشکلات داخلی است و ما بدان باز خواهیم کش. نکته دومی که در اون مورد این مسئله اشاره کرده بودم این است که گشودن درهای ایران به روی خارجیان برای داد و ستد و سرمایه گذاری البته امر مبارکی است، به شرط آنکه پیش از آن درهای ایران به روی ایرانیان صاحب خانه نیز باز شود. همینطور که نشده بود همچین چیزی و کماکان نشده است و کماکان مهاجرت ادامه دارد. در دوران آقای روحانی کماکان مهاجرت به خارج از کشور ادامه دارد. خب البته کسانی مثل عیسی سرخیز و کوروش زعیم نه اهل مهاجرت بودند، نه اگر بودند فرصت آن را میافتند، چون رژیم آنها را در زندان انداخته است. حالا باز کردیم به این بحث. ببینید مسئله برجام، برای اینکه زبده نظرم را خدمت بینندگان عزیز روشن بگویم، بدین اشاره کنم. فرض بکنید بیماری، این مثلا سخت از بیماری زخم معده در رنج است. خب این بیماری اصلیش پس مثلا زخم معده است، یک بیماری داخلی است، بسیار حاد شده است تا حدی که بعضی وقتا مثلا خون از معده او می آید. حالا فکر کنید این فرد در یک سرمای بسیار سردی داره این به سر میبره و رنج میکشه، در برف و بوران با یک مثلا یک تا لباس هست و این بسیار از این مسئله در رنج. حالا اگر این بیمار زخم معده‌ای رو از اون سرمای بسیار آزاردهنده و سوزناک به داخل منزلی بیاورید که هوای مناسب دارد، البته به حال او بهتر می شود، اما زخم معده‌ای او خوب نخواهد شد و یک کماکان از او در رنج است. این دقیقا حکایت اقتصاد ماست. تحریم های اقتصادی بسیار شرایط رو سخت کرده بود بر ایرانیان و شهروندان ایرانی، هرچند که بسیاری به ویژه از دوستان نزدیک آقای احمدی نژاد و سپاه پاسداران سودهای هنگفت و فراوانی از آن بردن. همینطوره. حالا این تحریم ها برداشته شده است، مثال آن بیمار میماند که از هوای سرد اون رو به داخل منزل آوردید، اما هنوز بیماری او رو حل نکردید، چنانچه کماکان بعد از این همه سال هنوز یک سرمایه گذاری درخور نشده است. به قول مقامات بلند پایه وزارت نفت، امروز هم اگر سرمایه گذاری کلان در صنعت نفت و گاز کشور صورت بگیرد دیر است. خب
درهای مملکت رو بارز کردن، برجام هم امضا کردن، آقای روحانی هم مرتب تقاضا میکنند از همه بیان، و شما و من که در خارج از کشور زندگی میکنیم به چشم شاهد بودیم که چقدر هیئت‌های نمایندگی گسترده‌ای تقریبا از تمام کشورهای بزرگ صنعتی دنیا به ایران رفتن. درست. چرا سرمایه گذاری نکردن تا کنون؟ چرا خود ایرانی ها سرمایه گذاری نمی کنن در درون کشورشون؟ خب برجام که برداشته شده است، چون مشکل اصلی برجام نبود، زخم معده به جای خود باقی است، به او باید پرداخت و نمی پردازن. در حقیقت امکان سرمایه گذاری خارجیان در ایران وجود دارد، چرا سرمایه گذاری نمی کنن؟ خب برای اینکه شرایط درون کشور شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری نیست. اگر بود خود ایرانی ها دست کم سرمایه گذاری میکردن. وقتی که سپاه پاسداران به طور روشن به رئیس جمهور این کشور فرمان میدهد که 10 پروژه بزرگ اقتصادی رو باید در اختیار ما بگذارید، خب این معلوم امتیاز داره کشور در دست کیست. این شعار اقتصاد مقاومتی در حقیقت برای چیست؟ شعار اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری، اشارم به آیت الله خامنه ایست، برای جلوگیری از این است که این امتیازها از دست راندخاران کشور در بیاید. ورنه صحبت بسیار روشن است، بسیار واضح است. شما نمیتوانید آقا این حساب منطقی است، اینو داوری و بر دوش بینندگان گرامی میگذارم، این حرف منطقی نیست که شما از یک سو بگویید که ما مشتاق داد و ستد و جلب سرمایه گذاری خارجی هستیم و بعد بگویید اقتصاد مقاومتی. قرار است در مقابل که مقاومت بکند اگر شما اونا رو دعوت میکنید که بیان سرمایه گذاری بکنن؟ آخر شما یا مهمان دعوت میکنید یا میگویید من آماده داد و ستد هستم یا میگویید من میخوام با در مقابل تو مقاومت کنم. خب این بسیار پیام روشن است برای سرمایه گذاری که قرار است حدود 200 میلیارد دلار بخوان سرمایه گذاری بکنند در درون این کشور. این نیاز این برآورد است که خود نظام کرده است برای جبران بخشی از عقب ماندگی ها. خب این حالا فکر کنید یک سرمایه گذاری، نمیگویم 1 میلیارد، فکر کنید 500 میلیون دلار بخواد سرمایه گذاری بکند. 500 میلیون دلار در کشوری که رهبرش میگوید اقتصاد ما باید مقاومت کند در مقابل اینها، چطور ممکنه سرمایه گذاری بکند؟ پس با این برداشتی که شما دارید، آینده این برجام رو چگونه ارزیابی میکنید؟ همچون گذشته، تغییری صورت نخواهد گرفت. ببینید آقای روحانی امروز تجربه بلند آقای خاتمی رو در پیش چشم دارن. آقای روحانی باید تصمیم خودشون را بگیرن که البته به نظر من گرفتن. ببینید نمیتوان هم اقتصاد مقاومتی داشت و هم اقتصاد باز. نمیتوان هم گرفتار آقای سلیمانی بود هم سیاست اعتدال را پیش برد. نمیتوان هم اعدامهای دست جمعی انجام داد هم کلید داشت برای حل مشکلات کشور. نمیتوان هم کماکان مشکل بدهی های بزرگ نظام بانکی و عدم پرداخت دستمزد به دستمزد بگیران رو حل نکرد و کماکان صحبت از اعتدال کرد. این سنگ ها رو باید آقای روحانی وا بکنند. نمیتوان در این حال هم انتظار باکرگی و هم انتظار نوزاد داشت از همسری در این مقابل. این تا آقای روحانی سنگ خود را وا نکنند، در این مورد به هیچ مسئله کشور رهنمون نخواهد شد. آقای سیدی، موقعیت روحانی با خاتمی هم خیلی فرق میکنند. اونطوری که به نظر میاد موقعیت آقای خاتمی خیلی قوی تر بوده از آقای روحانی. جو خاورمیانه کاملا متفاوته. اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ بسیار نکته روشنی است. بسیار نکته درستی است. ببینید نخست این که بسیار نکته درستی است. اول اینکه زمانی که من خودم از پشتیبان های آقای خاتمی بودم در خارج از کشور، مقالات بسیار منتشر کردم و به نظر من در هر حال به ویژه در دوره اولی زمامداری آقای خاتمی خدمات گسترده‌ای به کشور کرد. چرا اون موقع حتی در همان حد خدمت بود و امروز نیست؟ چون آن روز هیچ گزینه دیگری در کشور وجود نداشت جز کم و بیش آنچه که آقای خاتمی و هماندیشان و همراهان او انجام دادند. در نتیجه این بخردانه نبود
که این کاری رو که در هر حال صورت میگرفت ما پشتیبانی نکنیم. اما امروز این ناخرسندی و جنبش اصلی در بازار است، در کوچه و خیابان است. نگاه بکنید به خود نشریات کشور و ببینید چقدر اعتراضات دستمزد بگیران وجود دارد، خبرنگاران وجود دارد. بسیاری شوربختانه، من از این واژه نمیخواهم استفاده بکنم برای اینکه در نزد من یک ایرانی است و یک شهروند، ولی خب بسیار از این شهروندها به اسم کرد، به اسم بلوچ، به اسم عرب زیر فشارهای بسیار گسترده‌ای هستند. همین چندی پیش ملاقاتی داشتیم با یک ایرانی که از خوزستان فرار کرده بود، تنها به این دلیل که دین مسیحی آورده بود و برادرش امروز در زندان است و او تقریبا بین محل کار و نرسیده به خانه خودش از طریق خواهر خودش مطلع شده و فرار کرده است و ما اونو در فرانسه دیدیم. در چه شرایطی، در حالتی؟ خب این شرایط الان شرایط تفاوت عمده‌ای که کرده است این است، یعنی یک نارضایتی گسترده پویا و فعالی وجود دارد که اگر آقای روحانی بخواهد میتواند از آن مسئله استفاده کند. مسئله براندازی نیست، مسئله این پشتیبانی توده‌ای است که امروز وجود دارد و اون روز وجود نداشت. اما این از مردم گرفته، اما خود آقای روحانی هیچ وقت اصلاح طلب نبودند و تا زمان زمامداری آقای خاتمی بارها به آقای خاتمی اعتراض کردند. اصولگرایی هستند که در این شرایط خب مورد تطهیر و توجیه قرار گرفتن از سوی بسیاری از اصلاح طلبان. نکته این است که اگر این برجام به عنوان بهبودی اوضاع در کشور به لحاظ سیاسی، اقتصادی، هرچی، حالا بحث ما اقتصادی است، بخواهد انجام شود، آقای روحانی اگر بخواهند باید بین تغییرات و اصلاحات و جناح تندروی نظام تصمیم خود را بگیرند. آشتی دادن این دو غیر ممکن است و تنها فرصت‌های مختلف رو از دست ایران می‌گیرد و از چه می‌دانید، شاید که همون سرنوشتی که آقای خاتمی دوچارش شد نصیب آقای روحانی هم بشود. ببینید آقای خاتمی فکر میکردند که اگر بکوشند در آشتی و مصالحه با تندروان نظام و به ویژه شخص مقام رهبری بجویند، آنها هم در مقابل اینها کوتاه خواهند آمد، نرمش خواهند داشت و میتونن کار اصلاحات رو پیش ببرن. یعنی اصلاح طلب و آقای خاتمی فکر میکردند اگر من نرمش داشته باشم اونا هم نرمش خواهند داشت. کار به جای رسیده است که امروز آقای خاتمی در مجلس عروسی نمیتوانند شرکت بکنند. کار به اینجا رسیده است. نمیتوانند به نمایش تئاتر بروند. کار به اینجا رسیده است. نمیتوانند در مراسم نامزدی دوستان خودشون شرکت بکنند. کار به اینجا رسیده است. خب این از دیده ایشون که اگر نرمش بکنیم، حالا که جناح اصولگرا بسیار جریتر و پرخاشجوتر شده است. آقای اسدی، در ارتباط با موقعیت آقای روحانی هم تفاوت بسیاری است با زمانی که آقای خاتمی حاکم بودن بر کشور. موقعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه، موقعیت جنگ داخل خاورمیانه بین کشورهای مختلف و انتخابات آمریکا و مسائل محلی، این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ بله این هم نکته دیگری است. ببینید اینا همه موقعیتی است که در دوران آقای خاتمی وجود نداشت، یعنی همه چیز خیلی ساده تر بود. نه انتخابات اینطور مشکلی که الان در آمریکا پیش رو هست، یا موقعیت جنگی که الان در عراق و در سوریه و یمن هست. ببینید 100% در زمان آقای خاتمی در حقیقت اصولگرایان وجود داشتند، تندروان نظام، سرسختان نظام وجود داشتند، اما به اعتبار میتوان گفت که غافلگیر شدن از انتخاب آقای خاتمی و شروع کردن به سازمان دادن خودشون. اما آقای روحانی در حقیقت با مهندسی آقایون تندرو و اصولگرا انتخاب شد. فرق است بین این دوتا. در حقیقت آقای روحانی در شرایطی انتخاب شد که هیچ اصلاح طلبی وجود نداشت در درون نامزدها.
و مهندسی نظام بدین گونه بود که با قرار دادن بعضی از گزینه‌های بسیار تندروی ذوب در ولی فقیه، در حقیقت مردم رو واداشتند به گزینه‌ای که کمتر تندرو بود و کمتر سرسخت بود رأی بدهند. با اصولگرانم و اصلاح طلبانم طبق معمول به باور من قفلت کردند و اینو به عنوان پیروزی اصلاح طلبی نام بردن، در حالی که هیچگاه آقای روحانی خودشو اصلاح طلب نمیدونست. حتی بسیاری از روزنامه های اصولگرا هم به این مسئله اشاره داشتن که آقای روحانی که یه اصلاح طلب بود که الان باشد. خب این از مسئله داخلی که در حقیقت یعنی انتخاب آقای خاتمی تا اندازه‌ای در آغاز با غافلگیری اصولگرایان همراه بود، در حالی که انتخاب آقای روحانی با مهندسی اصولگرایان انجام شده است. در حقیقت آقای روحانی بسیار بیشتر گرفتار اصولگرایان هست تا در ابتدا آقای خاتمی. همچنان که پیش از این عرض کردم، این بر آقای روحانی است که تصمیم بگیرد که قیومیت اصولگرایان تندرو رو میپذیرد یا نمیپذیرد. انتخاب با اوست، اما اگر بپذیرد از اصلاحات خبری نیست و اگر به دنبال اصلاحات باشد از رویارویی با اصولگرایان گریزی نیست. اما در منطقه یکی از سخت‌ترین و نگران کننده ترین شرایط در منطقه ایجاد شده است در دوران آقای روحانی، نخست به این دلیل که بسیاری از این سیاست‌ها معلوم نیست که تحت اختیار آقای روحانی باشد. سیاست‌های آقای سلیمانی در منطقه به هیچ عنوان روشن نیست که سیاست‌هایی باشد در امتداد سیاست‌های آقای روحانی. برخلاف اصلاح طلبان درون مرز، من با گفتن این نکته که سیاست سپاه پاسداران و سیاست آقای سلیمانی الزاماً سیاست دولت آقای روحانی نیست، نتیجه نمیگیرم که پس باید آب تطهیر بر سر آقای روحانی ریخت. آقای روحانی میدانستند در چه شرایطی ریاست جمهوری رو میپذیرند و گفتند برای اینها کلید دارند و نشان بدهند که کلید دارند. اگر ندارند خب ورشکسته به تقصیرند در این مورد. اما چرا نگران منطقه هستم با این شرایطی که به وجود آمده است؟ ببینید، یک توافق ناگفته بین آمریکا و کشورهای غربی، ولی البته به ویژه آمریکا، با جمهوری اسلامی صورت گرفت. اوباما به نظر من سیاست بسیار نادرستی در مورد خاورمیانه داشت، ساده لوحانه داشت. حالا از این داوری هم بگذریم، یک مسئله مشخص است که اوباما در پی جنگ در منطقه نبود. اما شرایط جنگی خودشونو به امریکا تحمیل کردند، به طوری که بسیاری از متحدین امریکا در منطقه از سکوت و بیطرفی امریکا اظهار ناخرسندی کردند و امریکا نمیتونست کماکان بیطرفی خودشو، یعنی عدم درگیری خودشو در منطقه ادامه بده. هم منافع خودش در خطر بود، هم منافع متحدین خودش در منطقه، اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه به ویژه. به باور من امریکا یک توافق ناگفته با جمهوری اسلامی پیدا کرد که جنگ با این گروه های تندرو، مثلا داعش و مثلا حکومت اسلامی رو ما به شما وامی گذاریم و نرمش بیشتری در مورد پرونده هسته‌ای با شما نشان خواهیم داد و برداشتن تحریم ها. خب طبق معمول اشتباه آمریکا یک اشتباه به قول خودشون شورت ترمیزم هست، کوتاه مدت رو نگاه کردن و بلند مدت رو در منطقه نگاه نمی کنن. این بلند مدت برای منطقه ثبات نمی آورد و به ویژه برای کشور ما بسیار بسیار خطرناک است. ببینید، امروز سیاستی رو که نزدیکتر به سیاست آمریکا هست در منطقه یک کشور شیعی پیش میبرد، ایران، در منطقه ای که دو ویژگی دارد. ویژگی نخست این است که اکثریت این منطقه با سنی هاست. خب جنگ شیعه و سنی، دامن زدن به جنگ شیعه و سنی در حالی که اکثریت
با سنی هاست در منطقه و بسیاری از هممیهنان خود ما سنی هستند، سیاست بخردانه ای نیست. ویژگی دوم آن است که جمهوری اسلامی واقعا دست کم جناحی در جمهوری اسلامی واقعا در پی پیشبرد امپراتوری شیعه در منطقه هستند و به ویژه تشکیل دادن کمانی که از ایران شروع می شود، عراق، سوریه و لبنان و امروز تا حتی صحبت از یمن و بحرین هم هست. درست. یعنی می خواهم بگویم جمهوری اسلامی نمی تواند این را پیام را به بسیاری از سنی های منطقه بدهد که مسئله ما یک مسئله سیاسی مبارزه با داعش است که حتی سود بسیاری از شما هم مبارزه با همین داعش است. نه، اینها سیاستی رو دارن پیش میبرن که این یک جور سیاست شیعه گری در منطقه است و اون نمیتواند حتی سنی های میانه رو ساکت بذاره. چنانچه برای اولین بار بزرگترین تنش با کشور ترکیه ایجاد شده است. میدانید از آغاز انقلاب کشور ترکیه تقریبا بی تنش با جمهوری اسلامی به سر می برد، چون منفعت بسیار زیادی می برد از اینکه ویزا نداشت و خب استفاده های بسیاری در اون منطقه می برد. اما این سیا امروز مواجه با تنش شدند در منطقه بین دو کشور به علت همین پیش بردن سیاست سنی شیعه در منطقه است. مثال دوم خدمتون بزنم، بسیاری از عراقی های سنی به خطا و به خطای خود بسیار زود پی بردن به استقبال حکومت اسلامی و داعشی ها رفتن وقتی وارد عراق شدن. چرا؟ به این علت که تقریبا کشور خود رو از دست رفته می دیدن در دست حکمران های جدید شیعی. خب این هم یک مسئله بسیار ناگوار دیگری بود که با حمایت جمهوری اسلامی در عراق پیش آمده بود. می دانید امروز بسیاری از بلندپایگان سپاه و وزارت اطلاعات به ویژه زمانی که بازنشسته میشن جزو مشاورین کوچک و بزرگ در حکومت عراق میشن، در کشور عراق میشن. خب این باعث سخت باعث نگرانی است که این جنگ شیعه و سنی در منطقه پا بگیرد. حتما بازنده اصلی کشور ما خواهد بود در این تنش پایداری که به وجود خواهد آمد، به ویژه اینکه بسیاری از هممیهنان خود ما سنی هستند. ببینید نمیخواهم بگویم ایرانی سنی الزاماً سنیگریش به ایرانی بودنش خواهد چربید، اما وقتی شما اعدامهای دست جمعی در کردستان دارید، وقتی که ظلم میکنید، وقتی که یک ایرانی سنی نمیتواند رئیس جمهور در این کشور بشود، نمیتواند مسجد خودش رو داشته باشد، خب حالا شما فکر کنید جنگ شیعه و سنی رشد کرده است و ستمی که به هممیهنای سنی ما رفته است مزید بر علت بشود، خب معلوم است که چه تنش‌هایی در درون کشور هم به وجود خواهد آمد. در خارج از کشور هم که تنش شیعه و سنی به شدت امروز در حال درگیری است. متاسفانه موقعیت جالبی نیست، درسته؟ بسیار نگران کننده است. ببینید حقیقتا فکر بکنید بعد از یک مدتی، میدانید که من از دوستداران ایالات متحده امریکا هستم، این ثروتمندترین دموکراسی جهان، اما این به این معنی نیست که تحلیلی ندارم در مورد سیاست‌های ریز و درشت امریکا و به ویژه آگاه نیستم به بی‌تفاوتی امریکا به سرنوشت بسیاری از ملت‌های منطقه. شاید هم ایراد چندانی نتوان به همشان گرفت، آنها منافع خودشونو دارن. ایالات متحده این که در منطقه چه سرنوشتی در انتظار ایران است که مبارزه با داعش میکند و میخواهد حکومت بشار الاسد رو در سوریه نگه دارد، مشکل خاصی برای امریکا ایجاد نمیکند، مادامی که امریکا بتواند این جنگ رو به طور نیابتی محول بکند به جمهوری اسلامی. اما کشور ما کشوری است که از این مسئله بسیار صدمه خواهد دید. گفتم نخست به علت همین افروخته شدن جنگ شیعه و سنی و دوم میدونید آقای لیمونادی، میدونید منفورترین ملت ها در نزد سوری ها امروز کیا هستن؟ همه شیعه، ایرانی ها و روس ها. خب شما چطور میتونید در این منطقه
بتونید بدون تنش به سر ببرید با این کشورها وقتی همچین مسئله وجود داره. میدونید موضع‌گیری که روز به روز بیشتر فلسطینی‌ها با جمهوری اسلامی میکنن در منطقه چطور میتونه کشور ما در صلح به سر ببره؟ یک کشوری است که باید همیشه در حالت تنش و جنگ در سر ببره. متاسفم بسیار با دری پل درد اینو میگم که جمهوری اسلامی هرگز درسی رو که از جنگ خانمان سوز ایران و عراق بود نگرفته است و کماکان این تنش ها در منطقه ادامه دارد. خاطرتون هست صحبتی رو که رئیس حزب الله لبنان میکرد که ما در مورد کمک و پشتیبانی هیچ گونه مشکلی نداریم چون هر چرا که میخواییم جمهوری اسلامی از دوا و اسلحه و پول به طور راحت در اختیار ما میگذارد. اجازه بدید یک گریز خیلی کوتاه دیگری هم بزنم به بحث اقتصادی و برجام که داشتیم. ببینید در نزد مجامع بین المللی حزب الله لبنان یک گروه تروریستی است. خیلی خوب، حالا با هر حسنیتی که جمهوری اسلامی هر جور تصور بکنیم، با هر گمانی بگوییم با حسنیت به حزب الله لبنان کمک میکند، خب این مدرک جرم است برای اینکه برجام به سرانجام نیکویی نرسد. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی رو جز پشتیبانهای تروریست در منطقه میدونن. چنانچه چندی پیش اون سازمان بین المللی که در مورد پولشویی گروه اقدام مالی این تذکر داده بود و یک سال به جمهوری اسلامی فرصت داد تا در این مورد شفاف عمل بکنه. خب فکر کنید بعد از این یک سال بعید میدانم که جمهوری اسلامی دست از پشتیبانی حزب الله لبنان بردارد. از امروز باز هم دلیل دیگری برای بدبینی من برای سرانجام نامبارک فرجام، چون یک سال دیگر گزارش گروه اقدام مالی این خواهد بود که جمهوری اسلامی کماکان پشتیبانی میکند از گروه های تروریستی مثل حزب الله لبنان. بله، این ادعا رو در آمریکا هم الان میبینیم. جمهوری خواهان آمریکا در کنگره این ادعا رو خیلی جدی گرفتن. با سپاس فراوان، با سپاس از فرصتی که بهم دادید. حال با روی کار آمدن آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور کم محبوب آمریکا، کم محبوب به دلیل اینکه در دو هفته اول ریاست جمهوریش چنان گرد و خاکی به پا کرد که عده زیادی از طرفدارانش هم از او روی برگرداندند. دویچه ولی معتقد است که محبوبیت آقای ترامپ طی این چند هفته بسیار کاهش یافته است. به هر حال با این جوی که بر آمریکای امروز حاکم است، وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای ظریف هم میگوید که ما روزهای سختی را در پیش خواهیم داشت. همچنین آقای روحانی هم نگران است و قرارداد را در مخاطره میبیند. رئیس جمهور جدید آمریکا نمیتونه تحمل کنه این توافق رو میخونه، نمیتونه تحمل کنه. میگه در تاریخ این بدترین توافقی بوده که آمریکا اون رو امضا کرده. البته این توافق یک توافق برد هست، به نفع همه است. این توافق به نفع منطقه است. دولت ایران خودش را برای چوب‌هایی که ممکن است لای چرخ توافق هسته‌ای گذاشته شود آماده می‌کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه اطلاعات گفته است ممکن است ترامپ برای مذاکره مجدد تلاش کند. معلوم است نه ایران مذاکره مجدد را می‌پذیرد نه اروپایی‌ها. جامعه بین المللی هم قبول نمی کند. لذا روزهای دشواری در پیش رو خواهیم داشت. طرف ما 6 تا کشور هستند. بعضیاشون با ما دوستن، با بعضیا نسبتاً رابطه خوب داریم. آمریکا هم که جزء این 5 به اضافه 1 هست، خصم ما هست، دشمن ما هست. این که ما که تردید که نداریم در این مسئله، بحث که نداریم. آمریکایی‌ها تا جایی که بتونن میخوان با ما فشار بیارن. اینا شما تردید نکنید. ما باید مقاومت کنیم، باید ایستادگی کنیم، باید راه حلش پیدا بکنیم. راه حلش هم پیدا میکنیم. خب اونا ممکنه تخلف بکنن و تخلف هم میکنن. مورد اخیرش همین قانون داماتو یا آیساس که به هر حال تخلفی است که دارن برخلاف برجام دارن انجام میدن. خب حالا اگر این دو حالت داره، اگر این اجرایی بشه، اینی که الان کنگره تصویب کرده،
این نقض فاحش و صریح برجامه و با عکس العمل بسیار تند ما مواجه خواهد شد. ما در مسئله برخورد با نقض برجام بدونید نظر واحد در کشور هست. هیچ اختلاف نظری بین دولت، بین مجلس و نظراتی که مقام معظم رهبری داری خب سر جای خودش، ایشون به هر حال همه قوا زیر نظر ایشون دارن فعالیت بکنه، هیچ تردید نداشته باشید. اما همین مقدار اگر رئیس جمهور آمریکا همین رو امضا بکنه و بعد تعلیق کنه، اونا میگن رئیس جمهور امضا میکنه بعدن ویو میکنه، یعنی در مقام عمل اینه بلا اثر میکنه، حتی این مقدار هم ما تخلف از برجام میدونیم، در برابر همین مقدار هم انشاءالله ما عکس العمل نشون خواهیم داد. ما انشاءالله فردا که چهارشنبه هست جلسه هیئت نظارت بر برجام رو همه رو دعوت کردیم و بحث ما اساساً همینه که عکس العمل رو ما مشخص میکنیم، انشاءالله با حول و قوه الهی اعلام میکنیم. شما تردید در این نکنید. من به دوستان بسیار خوب و انقلابیم عرض میکنم که نگران نباشن، دلواپس نباشن، واقعا حتما از حقوق ملت ما دفاع خواهیم کرد و حتما برای آرمان‌های آینده‌مون ما با همه توان ایستادگی می‌کنیم. من خواهش می‌کنم در نقدی که شما می‌فرمایید نسبت به دولت، اصل نقد خیلی خوبه، نقد کنید، انتقاد کنید، اما همه دقت کنیم اون جملاتی که به کار می‌بریم درست باشه و دقیق باشه. همه ما به هر حال مسلمونیم، ایرانیم، انقلابیم، همه ما میدونیم دروغ حرامه. خلاصه 4 میلیون مهاجر ایرانی. دوم ریاضی بلکرم الان اینجا پناهنده شدم. این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت. کوچه بزرگ ایرانیان. پس من یه موجود بیخانه هستم. آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی. ذوق نزن که بچت اوکی اوکی بزن. من الانم در شرایط ترور زندگی میکنم. همون روز من استفاده دادم. از اون جهنم حکومت اسلامی نجات پیدا بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن. منو توی گونی بکنن، آویزون کنن، با کاب بزنن. هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه. از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانی است. این 4 میلیون آینده ساز ایران خواهند شد. با سپاس از توجه شما بیننده برنامه ما باشید تا در برنامه بعدی با دیدگاه آقای بنی صدر هم آشنا شوید. اینکه انقلاب ها در دنیا رخ میده، اون اکثریت بزرگ همچنان در موقعیت زیر سلطه میمونن، علتش این است که اون اکثریت از اون رابطه بیرون نمیاد. متاسفانه مجلس انقلاب ایران کرد که مثلا شاه رو مرخص کرد، صحیح، اما از رابطه بیرون نیامد. یه اقلیت دوباره تراشید، جای اون اقلیت حاکم گذاشت، حالا هم اسیرونه. باید از اون رابطه بیرون آمد. بله اگر از اون رابطه بیرون بیاد، اون میشه جامعه آزاد، مردم میشون شهروند، حقوقمند و و و و. که شما در ناصیه این ولایت فقیه همچین چیزی نمید؟ باید خودش منحل بکنه دیگه. کدوم قدرتی تا حالا در تاریخ شما دیدی که بیا بگه آقا من خود را منحل کردم؟ حالا تا از این که یه سرش هم به آسمان وصله. آره بله، بیچاره آسمان. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.